آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده است که ممنوعیت ظالمانه دسترسی دختران به تحصیل و ممنوعیت اشتغال زنان افغانستان باید لغو شود. او این اظهارات را صبح روز سهشنبه اول اسفند ماه در پیامی در ایکس مطرح کرده است. گوترش تأکید کرده است که زنان و دختران باید بتوانند به طور کامل و معنادار در تمام جنبه های زندگی افغانستان از صندلی در سنف درسی گرفته تا میزهای تصمیم گیری شرکت کنند. همزمان با این کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل با نشر بیانیه ای از نقض جدی حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. کمیته رفع تبعیض علیه زنان در بیانیه خود نوشته که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران به شدت اصول اساسی مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی حقوق بشر را نقص می کند. این کمیته گفته است که محدود کردن حقوق زنان و دختران نه تنها مانع از توانمندسازی و مشارکت آنان در جامعه می شود بلکه در تضاد با پیشرفت کلی ثبات و توسعه پایدار افغانستان است این کمیته همچنین از ممنوعیت زنان از حق آموزش ابراز نگرانی کرده و گفته است این اقدام طالبان در جهان بی‌نظیر است در بیانیه این کمیته همچنین آمده است که سیاست های تبعیض آمیز طالبان ممکن است به آزار و اذیت جنسیتی تبدیل شود که در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی روم به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است